سعی کنین کنار همدیگه بچینین که راحت تر بتونین بعدا با فرچه این کار رو انجام بدین و بخوابونین. خب همینطور الیاف چینی ها رو انجام میدیم. الیاف چینی ها که تموم شد باید دوباره چیکار میکنیم؟ با استفاده از فرچه این الیاف هایی که چیدیم رو میخوابونیم رو باله. مثلا همینطور که این لگن سینی که من الیافاشو زدم خودتون میبینید که اصلا دیده نمیشه، یعنی یه جوری که اصلا حباب نداره. لطفا و خواهشان سعی کنید یه جوری الیافا رو بچینید که حباب نداشته باشه. اگه حباب داشته باشه خیلی براتون سخت میشه، یعنی یه جوری میشه که خودتون بعدا میگین ای من یک هفته زحمت کشیدم، اینم آخرش سینکی که تولید، قالبی که تولید کردم هیچی دیگه، اصلا کلا تو ذوق آدم میخوره و هیچی به هیچی. بعدش هم که یه نکته ای هم که هست، خب نکته ایه که هست، بعضی از دوستان فکر میکنن که اگه رو فرچه رزین بیشتری باشه اینا راحت تر میتونن اون الیافا رو بخوابونن رو قالب. نه اینطوری ها نیست. فرچه رو لطفا به اندازه بردارن، یه جوری بر ندارن که شرجه کنه بره پایین بعد نتونین کاری انجام بدین براش. به خاطر هم سعی کنین یه جوری فرچه رو با رزین آغشته کنین که نه شرجه کنه بره پایین، نه کلی دو ساعت اینو بزنین که به الیافه بخوابه رو سینگ. پس مناسب بردارین، نه زیاد بیشتر باشه نه زیاد کمتر باشه. همینطور لگن ها رو تا آخر یه دور کامل الیاف چینی کردیم، بعد بیان با فلچه میخوابونم اینا رو. بعد حالا یکم بریم جلوتر، این حاشیه های اون چارچوبی که قبلا تو قسمت دوم بهتون گفته بودم اونا رو الیاف گذاری میکنیم. همینطور پیش میریم دیگه تا تقریبا میشه گفت که 7-8 لایه همینطوری. البته از لایه های سوم به بعد من سعی میکنم الیاف های یک تیکه یا الیاف های کمتر تکه تکه شده بذارم، چون دیگه لایه دو و سه دیگه این تکه هایت به هم دیگه چسبیدن و حبابی هم اگه بوده رو با استفاده از تیغ موکت بر من از بین بردم. و تا لایه های هفتم هشتم دیگه پیش میریم، اونم تیکه های بزرگتر، جاهایی که مثلا لازمه، مثلا سینی رو مثلا از لایه چهار به بعد من دیگه یک تیکه میذارم، یا مثلا این دیواره های قالب رو، خب همون لگن ها رو مثلا یه تیکه میزنم که دیگه اینا دیگه به هم دیگه چفت بشه کامل. بعدش هم همینا. حالا یکم بریم جلوتر، این گوشه و کنارا رو هم یکم براتون الیاف گذاری کردم، اونا رو هم ببینین. خلاصه اینا بگم که قالب گیری چیز خاصی نداره. قالب گیری یه جوریه که شما اگه بخواین یکی دو بار تمرین کنین، یکی دو تا قالب رو حیف و میل کنین که حتما حیف و میل میکنین و امیدوارم که همیشه هم یه دونه یکی دو تا قالب خراب کرده باشین، بعد بگین آقا من قالب گیری بلدم. همینطوری قالب گیری یاد گرفتنش خیلی سخت. من خودم تا حالا فکر کنم 30-40 تا قالب راحت خراب کردم. الان اومدم استادکار شدم، دارم به شما میگم که آقا اینو چطوری قالب گیری کنم. من همون اوائل که قالب گیری میکردم و الیاف 400، اونم 400 پودری قالب گیری رو شروع کردم، همه جای قالبم هم حباب داشت، همه جاش، همه یه تیکه سالم نبود. اونم لایه ها رو پشت سر هم رو هم دیگه انداختم که مثلا زودتر تموم بشه. اون خدا اون روز رو نیاره، کلا یه هفته کار کردیم روش، اون بعدش هیچی، اونطوری کامل تو ذوقمون خورد. آقا یه موردی هم که هست، یه موردی هم الان مثلا شما یه جایی از قالبتون رو الیاف کشی کردین یا الیاف گذاری کردین، با فرچه هر چقدر میزنین رو اون قسمته، مخصوصا قسمت گوشه ها و لگن ها، هر چقدر میزنین این حبابه هست. خب اگه بخواین اون حباب ها رو از بین ببرین یکم، یعنی یه جوری که انگار دارین چیکار میکنید، به دیوار خونتون رنگ میزنید، یعنی فرچه رو رو الیاف بکشین، نه این که مثلا الیاف رو رو الیاف بزنین، نه رو فرچه الیاف رو رو فرچه بکشین که اون
فرچه رو رو الیاف بکشین تا اون الیاف رشته رشته بشه، یعنی نازک بشه. وقتی نازک شد اون الیاف خیلی راحت تر حبابش از بین میره، بعد حبابی که هست رو از بین میتونیم ببریم با فرچه. پس چیکار میکنیم؟ فرچه رو میزنیم رو الیاف، یکی این که دارین دیوار خونتون رو رنگ میزنیم، فرچه رو رو الیاف سر میدین یا به نوعی میکشین که اون الیاف چی بشه؟ رشته رشته بشه، تکه تکه بشه، راحت تر اون حباباش از بین میره. پس اینم یک نکته بود که من خدمت همه دوستان گفت. خب دوستانی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودن و این دوتا نکته آخر رو یاد گرفتن، آقا این دوتا نکته آخری که بود همینه. ببینید اینجا من الان دارم بین دوتا لگن رو خب دارم الیاف گذاری میکنم. خب الیاف ها رو میبینید دارم تکه تکه میکنم، یعنی الیاف هایی که هست، یعنی الیاف ها رو تکه های کوچیک، یعنی یه جوری که رشته رشته تر بشن، اینطوری بگم بهتون که این کار رو انجام میدم، چون هم این الیافی که راحت میشه تقریبا گفت رو سینک میخوابه، و همین که اون حباب هایی که امکان داره رو گوشه ها گوشه کنار ها بذاریم الیاف گذاری کردیم بمونه، رو این تقریبا به صفر میرسه. حالا در ادامه میبینین که من اینا رو چطور رو سینکمون میخوابونم. خب باید اینو ببینیم و این نکته‌ای که فرچه رو رو الیاف سر بدین رو خب الان تو این قسمت میبینین که چطور من الیاف رو فرچه رو رو الیاف سر میدم که چی بشه؟ اون الیاف رشته رشته بشه و جایی که امکان داره حباب داشته باشه و یا الیاف نخوابیده باشه، خب اون راه به راحتی رو سینک بخوابه و حبابی ایجاد نشه. پس ببینید الان اینی که میبینین من اینجا به راحتی دارم الیاف رو با فرچه میزنم رو سینکمون که کامل چی شده، به نوعی میشه گفت که کامل میشه را به راحتی تشخیص داد که آقا بله این الیاف رو سینک خوابیده. خب ولی نکته مهمتری هم هست که اینجا الان خودتون میبینید و متوجه میشین که چی میگم به شما، که این الیافه چطور دیگه نمیخوابه، یعنی یه جوری که انگار نکته های ریز حباب داره و من مجبور میشم که این فرچه رو رو الیاف چیکار کنم، سر بدم به راحتی این کامل رو سینکه بخوابم. آها ببینید این حاشیه‌ای که هست، حاشیه 2 سانتی، خب مجبوریم که اینا رو اگه الیاف بذاریم که این تقریبا میشه گفت که نمیخوابه، چون چی میگن گوشه‌ای که هست و این ستیکه بودن سه خوابه بودنش باعث میشه که نخوابه. ولی اینجا میبینید لگن رو دارم چیکار میکنم، الیافایی که به دیوار چسبوندن اون رو فلچر رو روشون سر میدم، اون الیافه میان رو حاشیه 2 سانتی و اونا رو میخوابن، این باعث میشه که دیگه حبابی وجود نباشه. همین بین دوتا تقریبا میشه گفت که بین دوتا این چیزه لگنا رو دارم الیافاشو سر میدم. ببینید الیافاش که سر میدم این راحت‌تر میاد رو دیوارها میخوابه و هیچ حبابی بین اینا نمیمونه. پس این یه تکنیک واقعا جنجالی، واقعا یه تکنیکی که نمیشه گفت آقا انجام ندین، خواهشن این کار رو انجام بدین و نذارین این حبابا قالبتون رو خراب کنه. آها ببینید این الیافا رو باید سر بدین، این الیافایی که هست باعث میشه که سینکتون یا قالبتون حباب داشته باشه. پس خوب یاد بگیرید این نکته هایی که میگم واقعا به دردتون میخوره و باعث میشه که قالبی که درست میکنین خیلی راحت تر میشه. ببینید دارم سر میدم الیاف رو، الیاف که سر خورد اون الیاف خیلی راحت تر میخوابه رو سینکه. بس این نکته رو هم مد نظرتون باشه. بعد در ادامه هم پیش میریم ببینیم الیاف های دور چارچوب رو به راحتی الیاف گذاری کنیم و خودتون ببینید که چطور این کار رو انجام میدیم و یک قالب تقریبا لایه اول تموم میشه و لایه های بعدی بعد از اینکه لایه اولی خشک شد لایه چینی رو انجام میدیم. پس بذاریم بریم یکم جلوتر بعد اونا رو هم توضیح بدم. خب آقا این الیاف گذاری چارچوب دور قالب رو هم خودتون میبینید یه الیاف های تقریبا 10 سانتی هستن که قبلا برش دادیم و دارم به صورت همینطور که میبینین
کامل دارم دورش رو میچینم و باز به بافرچه اینا رو میخوابونم رو قالب. فقط اینجا یه نکته ای رو بگم بهتون که نکته ای که هست اینه که لطفاً این الیافی که میذارین نذارین کامل بچسبه به سینکتون، یعنی اون تقریبا 1 میل فاصله رو داشته باشه، چون اینا که الیاف رو که میخوابونین رو قالب این باعث میشه که بین سینک و این چارچوبه حباب به وجود بیاد. پس اینو انجام نمیدین، تقریبا 1 میلی رو فاصله میدین، چون که بعد از اینکه حالا اینطوری بگیم که بعد از اینکه خشک شو کامل تو لایه های بعدی را به راحتی میتونین اینا رو بچسبونین به سینکتون و راحتی این فرچه رو کار فرچهش رو انجام بدین و پیش برین جلوتر. پس این کار این نکته هم که بگم که خودتون یعنی متوجه شدین که پس این الیافه رو 1 میل تقریبا فاصله بذارین از سینک که بعدن حباب بین سینک و چارچوبه به وجود نیاد و بعدش هم با فرچه به این کارتون ادامه بدیم ببینیم تا کجا پیش میرید. خب دوستان که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین حتما تو کامنت ها و پیشنهادات و نظرات خودتون رو حتما به من اطلاع بدین. من هم در این مورد ویدیو اگه درست کردم که کردم، نکردم هم که تو کامنت ها جواب شما رو خواهم داد و ممنون میشم که اون دکمه قرمز لایک رو بزنید، من هم انرژی بگیرم و خدا یار و نگهدار شما. یا حق.